سرتیتر اخبار تازه بایدن باید ترامپ را زندانی کرد پیشنهاد آمریکا به اسرائیل درباره حمله به ایران هشدار تلویحی بلینکن جزایر سگانه همیشه برای ایران بوده و هست کسی حق ندارد به پاره تن ما نگاه چپ کند و رزمایش دریایی مشترک ایران با عربستان و مصر در سایه تنشهای های منطقه. به نام خدا، سلام دوستان، بایدن باید ترامپ را زندانی کرد. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد اگر رئیس جمهور پیشین این کشور و نامزد جمهوری خواهان در انتخابات پیروز شود، باید او را از لحاظ سیاسی محصور کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کارزار انتخاباتی دموکرات ها در ایالت نیو همشایر در پاسخ به این سوال که اگر ترامپ رئیس جمهور پیشین و نامزد جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود چه اقدامی انجام خواهد داد گفت ما باید او را زندانی کنیم و او را از لحاظ سیاسی باید زندانی کرد او در ادامه هشدار داد دموکراسی آمریکا در انتخابات 5 نوامبر در خطر است و مردم آمریکا باید درباره این تفکر کنند که اگر ترامپ پیروز شود چه اتفاقی برای این کشور رخ خواهد داد بایدن همچنین افزود ترامپ درباره حذف کل وزارت آموزش و پرورش صحبت می کند. این مرد همچنین میخواهد همه کارمندان دولتی را جایگزین کند میدانم بسیار عجیب به نظر می رسد. من پنج سال پیش هم گفتم باید ترامپ را زندانی کرد ما باید او را زندانی کنیم به لحاظ سیاسی زندانی کنیم ترامپ فکر می کند این حق را دارد که در واقع به هر کسی که به اعتقاد او تهدیدی علیهش محسوب می شود چلیک کند، بکشد و از بین ببرد. پیشنهاد آمریکا به اسرائیل درباره حمله به ایران، هشدار تلویحی بلینکن. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا که به اسرائیل سفر کرده، تاکید کرد موضوع مهم این است که اسرائیل به گونه ای به حمله ایران پاسخ دهد که منجر به تشدید تنش بزرگتر نشود. به نقل از الجزیره بلینکن افزود وقت آن فرا رسیده که اسرائیل موفقیت نظامی خود را به موفقیت راهبردی تبدیل کند ما در تلاش برای دستیابی به راهکار دیپلماتیک دائمی برای آتش بس در لبنان هستیم این مسئول آمریکایی تصریح کرد دو موضوع باقی مانده است بازگرداندن گروگانها و پایان دادن به جنگ ما امکان تدوین راهکاری برای تحقق این دو هدف را بررسی می میکنیم بلینکن با بیان اینکه ما طرحهای آشکاری برای آینده غزه در مرحله پسا جنگ داریم گفت موضوع مهم این است که اسرائیل به گونه ای به حمله ایران پاسخ دهد که منجر به تشدید تنش بزرگتر نشود او با اشاره به تلاش آمریکا برای حصول تفاهمات آشکار در خصوص حکومت و امنیت غزه گفت واشنگتن کاملا مخالف هر گونه اشغال نوار غزه از سوی اسرائیل است همچنان برای تضمین امنیت پایدار اسرائیل در منطقه فرصت هست. ویلینکن که در اسرائیل به سر می برد، سفر خود به اردن را به تعویق انداخته و به سمت عربستان راهی شد. جزایر سگانه همیشه برای ایران بوده و هست. کسی حق ندارد به پاره تن ما نگاه چپ کند. سخنگوی دولت بعد از جلسه هیئت دولت گفت، موضوع حاکمیت مطلق ایران بر سه جزیره بوموسا، تنب کوچک و تنب بزرگ مورد تاکید است. مهاجرانی سخنگوی دولت پس از جلسه هیئت دولت افزود کسی حق ندارد به پاره تن ایران نگاه چپ کند. مطلقا این موضوع پذیرفته نیست. این سه جزیره همیشه برای ایران بوده و اسناد تاریخی دارد و این موضوع را ثابت می کند. برخی کشورها دست از شیطنت های بردارند چون این چیزی بیشتر از یک بازی رسانه ای نیست و این موضوع مورد تاکید همه اعضای هیئت دولت قرار گرفته رزمایش دریایی مشترک ایران با عربستان و مصر در سایه تنش های منطقه فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران دریادار شهرام ایرانی گفت ایران در حال برنامه ریزی برای برگزاری رزمایش دریایی مشترک با عربستان و مصر به عنوان بخشی از تلاش ها برای گسترش دیپلماسی دریایی منطقه است. ایرانی روز دوشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت عربستان سعودی و مصر علاقمندی به همکاری با تهران برای انجام این رزمایش ها به منظور تقویت امنیت دریایی به ویژه در کریدور استراتژیک حیاتی دریای سرخ نشان دادند. به گزارش المانیتور به گفته ایرانی دعوتنامه ها قبلا برای هر دو کشور ارسال شده و زمانبندی و تدارکات برای رزمایش ها قرار است به سرعت انجام شود. رزمایش های پیشنهادی در حالی برگزار می شود که ایران به دنبال تقویت جایگاه خود در منطقه و افزایش نفوذ خود از طریق ایجاد اتحادهای نظامی جدید است. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی هفته گذشته میزبان رزمایش دریایی در شمال اقیانوس هند بود. در میان شرکت کنندگان کلیدی روسیه هند و عمان بودند. در حالی که عربستان و مصر به عنوان ناظر شرکت کردند مانور هفته گذشته عمدتا بر امنیت مشترک دریایی عملیات نجات و کمکهای دوستان متمرکز بود فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت میزبانی این رویداد نشان میدهد که ایران نمیتواند منظوی شود و نقش ضروری در امنیت دریایی و اقتصاد جهانی ایفا می کند. او ایران را به عنوان یک قدرت منطقهای پیشرو در مورد جنگ دریایی به تصویر کشید. هدف گسترده تهران در سالهای اخیر این بوده که حضور قدرت خارجی مثل آمریکا را تضعیف کند و آنها را به عنوان بیگانگانی معرفی کند که باید کنار گذاشته شوند. ایرانی با بیان اینکه چون این حضوری غیر موجه است گفت تامین امنیت آبهای منطقه بدون نیاز به قدرت خارجی امکان پذیر است. جمهوری اسلامی ایران همانطور که در پنج رزمایش دریایی که تنها از سال 2019 در خلیج عمان برگزار شد مشاهده شد به طور فعال درگیر همکاری نظامی با چین و روسیه بوده است با این رزمایش ها تهران به دنبال این است که خود را به عنوان یک بازیگر اصلی در مسیرهای دریایی منطقی مثل تنگه هرمز و دریای سرخ که برای حمل و نقل جهانی و ترافیک نفت حیاتیاند نشان دهد به نظر میرسد تعامل با رقبایی همچون عربستان و مصر برای رزمایش دریایی مشترک مرحله جدیدی در استراتژی ژئوپلیتیک ایران باشد روابط تهران و ریاض به دلیل تضاد عمیق منافع و نقش آنها در مناقشات منطقه‌ای از نظر تاریخی تیره است با این حال برقراری روابط دیپلماتیک در سال 2023 با میانجیگری چین راه های جدیدی را برای همکاری باز کرده است روابط با مصر هم بعد از دهه ها خصومت بعد از انقلاب 1979 در ایران طی سال گذشته به آرامی گرم شده است. آخرین مانورهای انجام شده همراه با اعلام مانورهای برنامه ریزی شده با دو کشور پیشروی عربی در پس زمینه تغییر چشمانداز منطقه در میان تنشهای بی سابقه بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل انجام می شود. جدا از چشمانداز رویارویی مستقیم ایران و اسرائیل بعد از حمله موشکی تهران در اوایل ماه جاری دریای سرخ به سکویی برای هدف قرار دادن منافع اسرائیل از طریق حوصی ها در یمن تبدیل شده است. بینندگان گرامی متشکرم که تا انتها با ما بودید. لطفاً پیشنهادات و نظرات خود را در قسمت کامنت برای ما ارسال کنید.